لوقا فصل هفتم. وقتی عیسی تمام این سخنان را با مردم گفت، به شهر کپرناهم رفت. صاحب منصب در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن صاحب منصب درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و بازاری گفتند: او سزاوار این لطف توست، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. عیسی با آنان برای افتاد و وقت به نزدیکای خانه رسید، آن صاحب منصب دوستان را با این پیغام فرستاد: ای آقا، بیش از آن به خود زحمت نده، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه‌ام بیایی، و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصا به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مامور هستم و ساکر هم تحت فرمان خود دارم، و به یکی میگویم برو میرود، و به دیگری بیا میآید، و به غلامم میگویم فلان کار را بکن، البته میکند. عیسی وقت این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش میآمدند رو کرد و فرمود: بدانید که من حتی در اسرائیل هم چنین ایمان ندیدم. قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود همراه جمعیت زیاده به شهر به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید با تشییع جنازه روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه یک بیوه‌زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقت عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی پیشتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر ولایت یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد. دو نفر از ایشان را خواست و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا منتظر دیگر باشیم؟ آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: یحیای تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاد است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا باید منتظر دیگری باشیم؟ همان ساعت عیسی مردم بسیار را که گرفتار ناخوشی ها، بلاها و ارواح ناپاک بودند شفا داد و به نابینایان زیاد بینایی بخشید. بعد به ایشان جواب داد: بروید و آنچه را دیده و شنیده اید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان براه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را اثر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چی چیز را داشتید؟ نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چی چیز بیرون رفتید؟ مرد با لباسهای ابریشمی؟ بدون شک اشخاصی که لباسهای زیبا می پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر می برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آره، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که در بارش نوشته شده است: این است قاصد من که پیشا پیش تو می فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است، و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.
همه مردم و از جمله جزیه‌گیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تمهید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تمهید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چی چیز می توانم تشبیه کنم؟ آنان به چه می مانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و بر سر هم فریاد می کشند و می گویند برای شما نی زدیم، نرقصیدید، ناله کردیم، گریه نکردید. مقصد این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان می خورد و نه شراب می نوشید و شما می گفتید او دیوانه است. پسر انسان آمد، او هم می خورد و هم می نوشد و شما می گویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق جزیه‌گیران و خطاکاران. با وجود این درستی حکمت خداوند با وسیله کسانی که آن را پذیرفته اند به ثبوت می رسد. یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و به سر دسترخوان نشست. در آن شهر زن زندگی می کرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد، در گلابدان سنگی روغن معطر آورد، پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت و گریه می کرد. چون اشکهایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با موی خود خشک نمود و پاهای عیسی را می بوسید و با آنها روغن می مالید. وقت صاحب خانه یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت اگر این مرد واقعا پیامبر می بود، می دانست این زن که او را لمس می کند کیست و چه طور زنی است. او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت بفرما استاد. فرمود دو نفر از شخص قرض گرفته بودند، یکی از او 500 سکه نقره قرضدار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود این زن را می بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با موی خود خاش کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر مالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد به آن زن فرمود گناهان تو بخشیده شده است. دیگر مهمانان از یک دیگر می پرسیدند این کیست که تا گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی به آن زن فرمود ایمان تو را نجات داده است.